الرحیم به برنامه دیگری از کانکور در خانه خوش آمدید. به ادامه درس های قبلی غلظت ها غلظت نرمال، غلظت مولر، غلظت مولل، غلظت تتر، غلظت حجم مولی، حجم کتلوی، اینا رو ما کلا در نظر گرفتیم. امروز میرسیم سر آخرین غلظت هایی که در سوال آمده، معمولا در سوال های کانکور اومیه، عبارت از غلظت تتر هستن. غلظت تتر چه شکلی میتونیم محاسبه کنیم و غلظت تتر ابتدا باید تعریف کنیم. غلظت تتر هستن، غلظت تتر به تی نشان میده. غلظت تتر به تی یا سی تی هم اگر بگم مشکلی نیست، هم به تی نشان هم به سی تی. غلظت تتر چی هست؟ غلظت تتر مقدار گرام های ماده منحله در فی واحد حجم محلول. فی واحد حجم محلول چی اندازه در نظر میگیره؟ 1 میلی لیتر در نظر میگیره. چند گرام ماده منحله یا چند میلی گرام ماده منحله یا چند دیسی گرام ماده منحله در 1 میلی لیتر حجم محلول موجود هست. این عبارت ما از غلظت تتر. بناهن غلظت تتر مساوی هست با مقدار گرام های ماده منحله در 1 میلی لیتر حجم محلول. در 1 میلی لیتر حجم محلول چند گرامش در 1 میلی لیتر حجم محلول موجود است؟ 0.5 گرام موجود است، 2 گرام موجود است، 5 گرام موجود است. به این شکلی محاسبه مونه. به طور مثال سوال داشته باشه برای ما، سوال داده که شما غلظت تتر دریافت کنید. غلظت تتر چه شکلیش دریافت شوه؟ غلظت تتر محلول را دریافت کنین. غلظت تتر محلول را دریافت کنین که این محلول از حل شدنی 20 گرام ماده منحله، هر ماده ای که باشه مهم نیست، 20 گرام ماده منحله در چقدر حجم محلول؟ به طور مثال در 100 میلی لیتر. در 100 میلی لیتر حجم محلول چی شده؟ در گفته دریافت کردیم حجم محلول داده، گفته حجم محلول 100 میلی لیتر هست. مقدار گرام های ماده منحله 20 گرام هست. شما غلظت تتر دریافت کنید. زمانی که بخوایم غلظت تتر دریافت کنیم بسیار آسان هست. غلظت تتر مساوی هست با مقدار گرام های ماده منحله تقسیم بر حجم محلول. البته حجم محلول باید به میلی لیتر در نظر بگیریم، به لیتر و نمفهم دسی لیتر این چیزا در نظر نمیگیریم، باید میلی لیتر در نظر بگیریم. قیمت به جایش میمونیم، نشته منیم که مقدار گرام های ماده منحله است 20 گرام ماده منحله تقسیم بر عدد 100. چرا تقسیم بر عدد 100؟ به خاطری که خود حجم محلول 100 میلی لیتر است. تقسیم بر 100 میلی لیتر 0 با 0 خلاص ماشه، اینجا 1 2 2، اینجا ماشه که 5 و یک قسمت هم 0 مونه. 1 تقسیم 50، 1 تقسیم بر 50 میسازیم، 1 تقسیم 50 میسازیم. هر عددی که برآمد اون عبارت از غلظت تتر است. 1 تقسیم بر 50 مساوی با 0.02. غلظت امی محلول مورد نظر 0.02 هست. 0.02 تتر، غلظت تتر از این مساوی شد با 0.02 گرام فی میلی لیتر. یعنی در هر میلی لیتر محلول مورد نظر، فقط 0.02 گرام ماده منحله است. اگر واحدها را تغییر بیاره برش، به طور مثال مثال دیگه ای داشته باشیم که ماده منحله گفته که مقدار ماده منحله مثلا 20 گرام باشه، اون 20 گرام قبلی 20 گرام باشه، حجم محلول مساوی باشه با 0.5 لیتر. ببین فعلا حجم محلول به لیتر داده. وقتی حجم محلول به لیتر داده، ما باید برای اینکه سوال حل بسازیم فرمول نشته گیریم که غلظت تتر مساوی است به مقدار گرام های ماده منحله تقسیم بر حجم محلول، حجم محلول باید و باید به میلی لیتر باشه، به میلی لیتر یا به سی سی باشه یا به سانتی متر مکعب باشه که خیلی معمول برای از میلی لیتر هست. ما ابتدا باید لیتر به میلی لیتر تبدیل کنیم. میبینیم که 1 لیتر مساوی هست به 1000 میلی لیتر. 1000 میلی لیتر بنان 0.5 لیتر مساوی هست به 500 میلی لیتر. 500 میلی لیتر حجم محلول مورد نظر اگر به میلی لیتر محاسبه شود مساوی است به 500 میلی لیتر. 500 میلی لیتر قیمت به جایش می‌مونیم، قیمت مساوی هست به
مسئله مقدار گرام ها داده شده، گفته 20 گرام هسته. 20 گرام ماده منحله در 500 میلی لیتر محلول موجود است. 500 میلی لیتر، 500 میلی لیتر. در 500 میلی لیتر حجم محلول موجود است. وقتی در 500 میلی لیتر حجم محلول موجود است، ما این میتونیم به این شکل محاسبه کنیم که 0 با 0 خلاص 2 تقسیم بر 5 میمونه. هر عددی که برآمد این عبارت از ماشه است غلظت تترش. ولی به این آسانی همیشه از سوالا نمیاد. سوالا یک مقدار تغییرات آمده. غلظت متر به نرمال متر، غلظت به مولر متر، غلظت به مولل متر. از شما میخواهی که شما دریافت کنید غلظت تتر از احتمالاً چه اندازه باشه. بعد از اینکه بتونیم سوالای خود درست حل بسازیم، درست حل بسازیم، ما ابتدا باید مقدار گرام های ماده منحله را دریافت کنیم. به طور مثال سوال آمده در فرم پارسال، در فرم سمنگان، دوم سمنگان، گفته که شما غلظت تتر محلول را دریافت کنید که از حل شدنی، که از حل شدنی، از حل شدنی مقدار گرام های ماده منحله، مقدار گرام های ماده منحله در 500 میلی لیتر محلول تهیه شده و غلظت محلول، غلظت محلول مساوی به 2 مولر هست، مساوی به غلظتش مساوی به 2 مولر. غلظت مولر را برای ما داده، گفته 2 مولر هست. محلول 2 مولر، محلول 2 مولر، محلول 2 مولر، حجم محلولم داده، حجم محلول گفته که 500 میلی لیتر هست، 500 میلی لیتر هست. مرکب مورد نظر مشخص کرده برای ما. مرکب گفته، مرکب مورد نظر عبارت است از عبارت است از سدیم کلوراید، عبارت است از سدیم کلوراید. مرکب سدیم کلوراید است. غلظتشون برای ما داده شده، حجم محلولم برای ما داده شده 500 میلی لیتر هست. از ما گفت خواسته که شما غلظت تتر برازی دریافت کنید. برازی که ما غلظت تتر دریافت کنیم، فرمول داشتیم که غلظت تتر مساوی هست به، مساوی هست به مقدار گرام های ماده منحله تقسیم بر حجم محلول. حجم محلول خدادگی است 500 میلی لیتر. مقدار گرام ها رو میبینیم اینجا نداده. مقدار گرام های سدیم کلوراید معلوم نیست. وقتی مقدار گرام های محلول نامعلوم است، ما باید فرمول دیگه ای رنج به کار بندازیم که فرمول داریم که غلظت مولر مساوی هست با مقدار گرام های ماده منحله ضرب در 1000 میلی لیتر حجم محلول ضرب در غلظت مولر، ضرب در غلظت مولر تقسیم بر، تقسیم بر کتله مولکولی مرکب مورد نظر ضرب در حجم محلول. از اینجا ما میتونیم غلظت مولر برای ما داده شده، کتله مولکولی رو دریافت کنیم، حجم محلول داده شده، مقدار گرام های ماده منحله رو دریافت کنیم. مقدار گرام های ماده منحله در جلسات قبل گفتیم، در جلسات قبل که امروز قانون تناسب کار میگیریم، مقدار گرام های ماده منحله مساوی هست با حاصل ضرب طرفین مساوی با ضرب ضرب استادین. اینو یک میگیریم، اینو با ضرب بزنیم خود از اون میشه مقدار گرام ها، مقدار ماده منحله مساوی هست با غلظت مولر ضرب در کتله مولکولی ضرب در حجم محلول تقسیم بر 1000 میلی لیتر، 1000 میلی لیتر ضرب در غلظت مولر، ضرب در غلظت مولر. مقدار گرام ها مساوی هست با مقدار گرام ها مساوی هست. غلظت مولر برای ما داده شده، گفته محلول 2 مولر هست. کتله مولکولی در باید دریافت کنیم. کتله مولکولی برای سدیم کلوراید مساوی هست. یک تا سدیم داریم، یک تا سدیم داریم. سدیم کتلهش هست 23، کتلهش هست 23 جمع. یک تا کلوراید داریم، کلورایدم کتلهش معلوم است، عبارت است از 35.5، 35.5. وقتی هر دو در مسابقه در جمع کنیم، کتله مولکولی سدیم کلوراید، سدیم کلوراید مساوی میشه با 58.5. این عبارت است از کتله مولکولیش. کتله مولکولی ما رو داره، حجم محلول ما است، فقط قیمتا رو به جایش واسه کنیم. نشسته ببینیم که غلظت مولر مساوی است به 2 مولر، محلول 2 مولر هست، محلول 2 مولر ضرب در 1000 ببخشید ضرب در کتله مولکولی. کتله مولکولی رو دریافت کردیم که 58.5 هست، 58.5، 58.5 کتله مولکولی، 58.5 گرام. همین رقم حجم محلولم برای ما داده شده، حجم محلولم گفته که 500 میلی لیتر هست، 500 میلی لیتر تقسیم بر 1000 میلی لیتر از خود فرمول هست، 1000 میلی لیتر ضرب در غلظت مولر، ضرب در غلظت مولر، مولر با مولر خلاص، میلی لیتر با میلی لیتر خلاص، 20 با 20 از این قسمت خلاص. همین رقم عددی 5 1 5 5 2 5 ماشه ده این قسمت خلاص شد. عددی 2 از این قسمت با این 2 خلاص ماشه. عددی که باقی مونده بود از 58.5 گرام هسته. مقدار گرام های سدیم کلوراید، سدیم کلوراید در محلول، در محلول
مقدار گرام های سودیم کلورید در محلول دو نرمال مورد نظر عبارت شد از 58.5 گرام. مقدار گرام ها معلوم شد. وقتی مقدار گرام ها دریافت شد، می‌بینیم که مقدار گرام ها رو به جاش وزن می‌کنیم. نشون می‌دهیم که غلظت تتر مساوی هست با. غلظت تتر مساوی هست با. مقدار گرام ها مساوی هست با 58.5 گرام. تقسیم بر حجم محلول مو حجم عمومی رو در نظر می‌گیریم. حجم عمومی 500 میلی لیتر هست. 500 میلی لیتر. 58.5 تقسیم بر 500 میلی لیتر می‌سازیم. غلظت تتر مساوی باشه. غلظت تتر مساوی هست با مساوی هست با 58.5 تقسیم بر 500 میلی لیتر. 500 مساوی 0.117. این عبارت شد از غلظت تترش. یعنی در هر میلی لیتر از این، در هر میلی لیتر محلول مورد نظر 0.117 گرام نمک یا سدیم کلوراید موجود هست. این از حل کردن سوال اگر غلظت به مولار بده. ولی سوال ها را تنها به غلظت مولار تهیه نکرده، سوال های دیگه آمده. به طور مثال در فرم کابل آمده، غلظت به مولار نداده بلکه غلظت به مولال داده. وقتی غلظت به مولال میته، باز شما باید مقدار گرام های ماده منحله دریافتین. ابتدا باید مقدار گرام های ماده منحله دریافت شه، بعد از اینکه مقدار گرام های ماده منحله دریافت شد، شما میتونین غلظت تتر هم دریافت کنین. در فرم کابل که آمده گفته که غلظت تتر محلول دو مولال سلفوریک اسید محاسبه کنین، سلفوریک اسید دریافت کنین. گفته که غلظت تتر شما دریافت کنین. چی اندازه غلظت تتر احتمالاً داشته باشه که غلظت مولال CM مساوی هسته با دو مولال هسته. مرکب مورد نظرم سلفوریک هسته هسته. حجم محلولم برای ما داده، حجم محلول مساوی هسته با 1000 میلی لیتر. مساوی هسته با 1000 میلی لیتر. گفته شما غلظت تتر دریافت کنید. به خاطر اینکه بتونیم غلظت تتر دریافت کنیم، غلظت تتر مساوی است به مقدار گرام های ماده منحله تقسیم بر حجم محلول. خیلی فرمولی ساده هست، ولی مقدار گرام های ماده منحله نامعلوم است. ما به خاطر اینکه بتونیم مقدار گرام های ماده منحله را دریافت کنیم، ابتدا باید غلظت مولال به این فرمولش نشته کنیم، از طریق فرمولای جدید استنتاج کنیم و در حل سوال خود برسیم. نشته می‌دیم که غلظت مولال مساوی هسته با مقدار گرام های حجم محلول نسبت به بخشین 1000 مقدار گرام های ماده منحله 1000 گرام هسته. غلظت مولال مساوی هسته مقدار گرام های ماده منحله ضرب در مولال تقسیم بر کتله مولکولی سلفوریک اسید. مرکب مورد نظر سلفوریک اسید هست. کتله مولکولی سلفوریک اسید مساوی 98 هست. مساوی 98 گرام. ضرب در مقدار ماده حل کننده یا مقدار گرام های ماده حل کننده. مقدار گرام های ماده حل کننده گفته 1000 گرام هست. 1000 گرام هست. در این می‌بینیم که معلوم این قسمت هست. غلظت مولال بلی ما داده شده، گفته 2 مولال هسته. 98 معلوم است، 1000 معلوم است، در صورت 1000 معلوم است، مولال واحد است. تنها واحدی که نامعلوم است و عبارت از غلظت مقدار گرام های ماده منحله است. مقدار گرام های ماده منحله مساوی هست با حاصل ضرب طرفین مساوی با حاصل ضرب وسطین. طرفین و وسطین ضرب میزنیم، مخرج هر عددی که مخرج نشه مخرجشون 1 هست. وقتی ضرب بزنیم نشون میدیم که ام ضرب در 1000 گرام ضرب در مولال مساوی است با غلظت مولال ضرب در 98 گرام ضرب در 1000 گرام. غلظت مقدار گرام ها نامعلوم است، اطراف تقسیم ضریب مجهول. وقتی اطراف تقسیم ضریب مجهول شود، ضریب مجهول عدد 1000 گرام هست و واحد مولال. سمت راستون به شکلی نشته می‌نیم که 1000 گرام ضرب در غلظت مولال. سمت چپ با هم اختصار میشه، 1000 با 1000 خلاص، گرام با گرام خلاص، مولال با مولال خلاص. سمت راست است که باقی میمونه. نشته می‌دیم که مقدار گرام های ماده منحله در مزی محلول مورد نظر مساوی هسته با
مساوی است با غلظت مولال ماده مورد نظر ضرب در 98 گرام ضرب در 1000 گرام تقسیم بر 1000 گرام تقسیم بر 1000 گرام 1000 گرام ضرب در مولال ضرب در مولال گرام با گرام خلاص گرام با گرام خلاص همین رقم عدد 1000 با عدد 1000 خلاص قیمت غلظت مولال در جایش مونیم ام مساوی هست با قیمت مولال گفته که 2 مولال هست 2 مولال ضرب در 98 گرام تقسیم بر چی باقی مانده تقسیم با تقسیم مولال مولال با مولال خلاص عددی که باقی مانده عدد 2 هست ضرب در 98 وقت عدد 2 ضرب 98 شوه 196 196 گرام سلفوریک اسید خالص در این مقدار محلول موجود است. مقدار گرام ها دریافت شد. مقدار گرام های ماده منحله یا مقدار گرام های سلفوریک اسید خالص در این محلول مورد نظر مساوی شد با 196 گرام. 196 گرام. وقتی مقدار گرام های ماده منحله را دریافت کردیم شما میتونید این قیمت را به جایش بیاورید کنیم که غلظت تتر مساوی است با مقدار گرام ها 196 گرام تقسیم بر حجم محلول. حجم محلول در این حجم محلول برای ما داده شده که گفته در کل حجم محلول از حل شدن 1000 میلی لیتر ببخشید حجم محلول مساوی است با اینجی حجم محلول مساوی است. میبینیم که 1000 گرام آب موجود است. 1000 گرام آب وقتی 1000 گرام آب موجود است هر گرام آب در شرایط استاندارد 1 میلی لیتر حجم اشغال مانه. وقتی 1 میلی لیتر حجم اشغال مانه 1 میلی لیتر حجم اشغال مانه این مساوی میشه به 1000 میلی لیتر مساوی میشه 1000 میلی لیتر. حجم ماده منحله تنها 1000 میلی لیتر شده. حجمی که خود محلول در نظر در هیچ اندازه است 196 گرام داریم. 196 گرام سلفوریک اسید داریم. 196 گرام سلفوریک اسید مقدار ماده منحله است. این احتمالاً چه حجم را اشغال کنه؟ وقتی حجم زیر بخوایم دریافت کنیم برای حجم ما فرمول داریم که دی مساوی با ام بر وی هست. دی کثافت است. ام مقدار گرام است. وی هم حجم محلول است. وقتی بخوایم حجم زیر دریافت کنیم چی اندازه میشه؟ حجمش مساوی است با بازم حاصل ضرب طرفین و وسطین در نظر میگیریم فرمول انکشاف میتیم نشته منیم که برای کثافت مرکب داریم کثافت دی مساوی است با ام بر وی. دی مساوی است ام بر وی. دی برای کثافت برای سلفوریک اسید در سوالات داده میشه معمولا کثافت سلفوریک اسید خالص مساوی است با 1.8 مساوی است با 1.8 یعنی هر میلی لیترش 1.8 گرام وزن داره. هر میلی لیترش 1.8 گرام وزن داره. این معلوم هست کثافت معلوم هست مقدار گرامو معلوم هست. مقدار گرامو دریافت کردیم که 196 گرام بود. 196 گرام داشت. چیزی که نامعلوم است حجم محلول است. حجم محلول مساوی است. حجمش مساوی هست با مخرج از 1 هست. حجم مساوی با مقدار گرام ها تقسیم بر کثافت محلول. حجمش مساوی است با مقدار گرام برای ما داده شده. گفته 196 گرام. 196 گرام سلفوریک اسید خالص است. کثافت ما باید یاد داشته باشیم یا در سوال بده که 1.8 است. 1.8 واحد مقدار ماده منحله گرام هست. واحد کثافت هم گرام فی میلی لیتر هست. وقتی که میخواییم این رو محاسبه کنیم 196 تقسیم بر 1.8 1.8 مساوی است با مساوی 108 مساوی است با 108.8 وقتی رو انداف کنیم وی مساوی میشه با 109 یعنی 109 میلی لیتر حجم اشغال کرده. اگر ما 196 گرم سلفوریک اسید خالص داشته باشیم این حجم رو که اشغال مانه 109 میلی لیتر هست. 109 میلی لیتر واحدش چطور میلی لیتر شد؟ این می‌بینیم دور در دور صورت نزدیک در نزدیک مخرج میشه گرام با گرام خلاص میشه چون میلی لیتر در مخرج کسر است مرا در صورت مرا بناهن واحد تنها میلی لیتر باقی میمونه. حجم را که همین سلفوریک اسید خالص به تنهایی خود اشغال مانه و عبارت است 109 میلی لیتر و حجم را که ماده منحله که عبارت باشه از آب اشغال کرده و می‌بینیم که 1000 میلی لیتر هست. این هر دو با هم باید جمع بسازیم نشته منیم که حجم عمومی
حجم عمومی مساوی هست با حجم عمومی مساوی هست. حجم اولی جمع حجم دومی. حجم عمومی مساوی هست با حجم اولی رو میبینیم که 1000 میلی لیتر هست. 1000 میلی لیتر جمع حجم دومی رو 109 میلی لیتر دریافت کنیم. وقتی این دو عدد با هم جمع کنیم مساوی مشابه 1109 میلی لیتر 1109 میلی لیتر. بناهن غلظت تتر مساوی هست با نساوی هست با مقدار گرام ها رو داشتیم 196 تقسیم بر 1109 این عدد تقسیم میسودیم هر عدد یک برامد او یه بار تمشه هست غلظت تترش غلظت تتر مساوی هست با 196 تقسیم بر 1109 مساوی با 0.17 مساوی غلظت تتر مساوی هست با 0.17 گرام فی میلی لیتر. یعنی در هر میلی لیتر از 0.17 گرام هست. این بود از درس امروز و در کل غلظت ها. همه شما رو به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. شما میتونید درس های ما رو از فیسبوک کانکور در خانه نگاه در ببینین و پیشنهاد و انتقادات خود در می فیسبوک ارائه کنین. تشکر، موفق باشید.